ما بیاموزیم از وارث از ابراهیم که خلیل الله بود، وارث ابراهیم باشیم. ابراهیم وارثش ارثش چی بود؟ یه ارثی به ما برسه از ابراهیم. ارثش این بود که گفت انی لا احب الافلین، من اینا که غروب میکنن دوست ندارم. یه درس به این سادگی نمیفهمن آدم ها. یعنی ما نمیفهمیم. درسش اینه که آقا اینا که غروب میکنن، اینا غروب میکنن از بمیرن، اینا رو دوست نداشته باش. یه چیزی رو دوست داشته باش که غروب نکنه. این شادی ها و عشرت ها و لذت ها که میبری اینا غروب میکنه بعدا. به یه لذتی باید برسی که غروب نکنه و اون اندالله. ما اندکم ینفد و ما اندالله با. اونی که نزد شماست فانی میشه، اونی که نزد خداست باقی میمونه. بنابراین لا احب الافلین گو چون خلیل، هم یه دونه درس کافی. اصلا چه درس بزرگیه که دید ستاره، گفت این ستاره خدای ما خیلی خوب، ولی بعد دید غروب که گفت به درد ما نمیخوره. اون دید غروب کرد، دو تا سه تا که دید بعد گفت انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من دیگه این حوصله این فریب ها رو ندارم، من رومو کردم به طرف اون کسی که آسمان و زمین او آفریده و او غروب نمیکنه. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. و وارث حضرت موسی باشیم، موسی کلیم. بریم ارثمون از موسی بگیریم، از همه بگیریم ارثمون. یکی موسی که اونجا فکر نکنید داستان موسی فرعون داستان ماست، بنده فرعون. ما هممون اگه یه خورده حواسمون نباشه میشیم فرعون. انا ربکم الاعلا. اون وقت این عصای موسوی که در دل ما خداوند یه موسی گذاشته، موسی گذاشته گفته با عصا برو سراغ این، این عصا معجزه میکنه، این عصا سحر نیست، این واقعیته. و اون ساحرانی که اومده بودن با موسی معارضه بکنن رفتن سر قبر پدرشون، گفتن ما بپرسیم ببینیم که این باش میشه مبارزه کرد نمیشه مبارزه کرد. آمدن پدرشون گفتش که من نمیدونم که این موسی که میگین این معجزه است، پیغمبره یا ساحره، ولی میتونم نشونی بهتون. نشونیش اینه که سحر وقتی خواب ساحر خوابید سحرش هم میخوابه. شما برین ببینید این عصا موقعی که موسی خوابیده کار میکنه بازم یا نه. مادندن بله کار میکنه، موسی خوابیده ولی این عصا اجرا میشه. حالا ممکنه تعجب بکنن که آقا چطور ممکنه همچین چیزی. همه الان 1400 ساله که اون نبی بزرگوار نبی اکرم خفته، ولی قرآنش در عالم مظهر تأثیره هست. قرآن مرتو را همچون عصا کفرها را برداره چون اجرا. هر چی شما کفر در دنیا هست با یه دونه آیه از بین میبره. همین یه دونه بسم الله به نظر من همه کفرها رو میتونه ببله. همین بسم الله، همین لا احب الافلین تمام کفرها رو میتونه ببله. بنابراین از موسی یاد بگیریم که بیایم بر سر این فرعون، فرعون هوای نفس و بر سر او بزنیم، او رو غرق بکنیم، خودمون غرق نکنیم، او رو غرق بکنیم، هواهای او رو غرق بکنیم و خواستهای او رو غرق بکنیم در دریا. و از حضرت عیسی بیاموزیم عشق رو، عشق به همه کس، عشقی که حضرت داوود داشت، عشق داوودی، عشقی که میگه من 99 تا، حالا بعضی خیال میکنن 99 تا ماجرای زن بوده، میگن که 99 تا زن داشته، یه زن دیگه هم میخواسته. پیغمبر خدا اینجوری نبوده. این داستان نقل کردن تلکل امثال نظر به حال الناس لعلهم یعقلون، برای اینکه تعقل بکنی. یعنی عشق 99 درصد نیست، عشق 100 درصده. 100 تا رو باید بگیری، یک نفر رو خارج نکنه از محبوبیت. همه رو باید دوست داشته باشی، همه رو بذار تو کتاب آفرینش. این ابولهب رو شما قرآن رو باز کنید، یکی میگه آقا شما چی میگه همه مقدسن، این ابولهب هم چی، ابولهب چی میگه؟ گفتم قرآن باز کن، نوشته تبت یدا ابی لهب. دست بی وضو میتونی رو ابولهب بذاری؟ گفت نمیتونم. گفتم چرا؟ گفتم اگه تو کتابه، اگه بیرون گیرش آوردی بذار. ابولهب رو بذاری تو کتاب آفرینش، تو کتاب خدا، وقت متوجه میشی که مقدسه. اگر لعنتم کرد لعنت خدا رو برون میفرستیم، لعنت الله رو میفرستیم. ما خودمون کاری نیستیم که لعنت بکنیم. شیطانمون گفته که شما از این برحذر باشید، ولی مگه کسی جرأت میکنه به شیطان یه اهانتی بکنه از طرف خودش؟ برای اینکه اون یه نقشی داره در عالم. شیطان محک تمام ادعاهای بیخودی است. هر کس ادعا کرد که من عاشقم، شیطان رسواش میکنه. شیطان متخصص رسوا کردن ادعاهای بیخودی. بنابراین
اگر همه این درس ها رو آموختیم، درس عاشقی رو، اون وقت میرسیم به نبی خاتم. اونجا ارث ما چیه؟ اونجا ارث ما از همه بالاتره. تا اینجا ارث ما عاشقی بود. عاشقی بالاخره مشکل دیگه، آدم عاشق که شد باید ناز بکشه، باید سارای سخت بکنه، برو اینجا چنین کن، برو چنان کن، دائما بایستی که در دلش در هراس باشه، قبول میکنن قبول نمیکنن، گریه بکنه زاری بکنه. عاشقی خیلی سخته، معشوقی خوبه. معشوق که آدم شد اون وقت بر مسند ناز میشینه، همه معشوق دیگه، همه در نعمت ها رو بر او آماده میکنن. خداوند فرمود اگر عاشق من شدی، اون وقت آخر سر به مرتبه کمال که رسیدی میشی حبیب الله، السلام علیک یا وارثه. حالا اسم نمیبرم، وارث اون رسول گرامی که حبیب الله بود. حبیب یعنی محبوب خدا. یعنی ما خیلی این حادثه خیلی مهمی رخ میده اینجا، ناگهان از محبی به عاشقی. عاشق امام حسین بودی، حالا میشه معشوق امام حسین، امام حسین عاشقت میشه. هر کس که عاشق امام حسین شد، امام حسین عاشقش میشه. هر کس عاشق خدا شد، خداوند عاشقش میشه. اگر محب شدی محبوب میشی. اگر دلت رو فدا کردی فکر نکن چیزی از دست میدی. بنابراین ما اگر که این درس ها رو بگیریم و هزاران درس دیگه از مکتب امام حسین که دانشگاه بزرگ عشقه، چون این عالم از اصلا کل عالم مکتب عشقه، منتها مکتب از مهد کودک داره، بچه اول که به دنیا میاد شیر میخوره، اینا هم بلکه عاشقه، چیزایی میخواد، عاشق مادرشه، اینا بعد بزرگ میشه، به تدریج عاشق این میشه، عاشق اون میشه، این عشق رشد میکنه. هر وقت عاشق خدا شد میرسه به دوره دکترا، دکترای عشق بهش میدن، که اونجا دیگه درسی بالاتر از اون نیست، فوق تخصص عشق میگیره. و این رو ما تو مکتب امام حسین میتونیم بگیریم که اگر این بزرگوار به این مرتبه از کمال معنی شهادت رو به ظهور رسونده، خیلی‌ها شهید شدن در عالم. سقراط شهید شد، همه اونا مقامشون بزرگواره. هر کسی که به خاطر حق و عدالت خودش رو فدا کرد، این شهیده و مقام داره و مقدسه. اما چرا امام حسین علم شد در عالم به این بزرگواری و چرا او مظهر قرار گرفت؟ برای اینکه هیچ جا عشق اینقدر ظاهر نشده، به تمام معنی ظاهر شد. همه شرایط عشق رو و همه رنج ها و مشکلات عشق رو گذاشتن تو این داستان. امام حسین کتاب نوشته، آره چند تا دعا منصوب است ولی کتابی ننوشته، ولی کتاب عالم رو نوشته. یعنی حضورش در این عالم یک دانشگاه شده. چنان باش که از تو حکایت کنن، ما هم یک کاری بکنیم که یه وقتی بگن فلانی یاد میاد این کاری کرد. یعنی ما خودمون قصه بیافرینیم، به جای اینکه یه قصه بنویسیم. زندگی ما در این عالم میتونه یک قصه خوب باشه، یک قصه باشه که چراغ هدایت بشه، قصه هوشیار سازد، قصه خواب آورد. در جهان هر داستانی را حسابی دیگر است. من ختم میکنم به چند بیت از مولانا که شاید خطاب به حضرت ابا عبدالله و یاران اون بزرگوار و همه عاشقان طول تاریخ باشه، که عیش ها تا نوش بادا هر زمان ای عاشقان، و از شما کان شکر باد این جهان ای عاشقان. ببینید چه شکری پخش کرده امام حسین بعد از 1400 سال. این همه خیرات و مبرات و این همه شادکامی ها به نام اوست. عیش ها تا نوش بادا، نوشتون باشه که این کاری که کرده. عیش و نوش عاشقان از عرش و از کرسی گذشت. پایین ها عیش و نوش نکردن، اون بالا ها عیش و نوش کردن. خداوند دلم یک جایی بنده، همون جایی که ایمانش بلنده، اون جایی که رفیع الدرجات عاشق شدن. این پایین ها عاشق نشدن که هزار بلا سرشون بیاد. عیش و نوش عاشقان تا عرش و تا کرسی رسید، در گذشت از عرش و فرش این کاروان ای عاشقان. گر کسی گوید کیانید ای سراندازان شما، اگه به یک کسی بگن که شما که سرتون از دست دادین شما کی هستین، جوابشون چیه؟ گر کسی گوید کیانید ای سراندازان شما، پس بگوییدش که جان 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 ای عاشقان. ما اصلا جان آفرینیم، جان همه جانها در این شهادته، تمام حیات و زندگی در این شهادته. پس بگوییدش که جان 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 ای عاشقان. ای خوشا وقتی بیاد که ما آنچنان مست حق بشیم که هر ناحقی رو زیر پا بذاریم، آنچنان مست زیبایی بشیم که هر زشتی رو زیر پا بذاریم، آنچنان مست خوبی بشیم که هر بدی رو زیر پا بذاریم.